سلام دوستان عزیز، من رضا صادقی هستم و شما دارید به اولین فیلم آموزشی من نگاه میکنید. خیلی خوشحالم از این بابت که میتونم علاوه بر سادکست های خودم که جنبه آموزشی صوتی داره اینجا و به صورت تصویری هم در خدمت شما باشم. خب برای اولین فیلم آموزشی من تصمیم دارم که در مورد یکی از قابلیت های آخرین ورژن فتوشاپ صحبت بکنم، یعنی ورژن سی‌سی 2018. قابلیتی که وجود داره توی ورژن های قبلی نبود و از ورژن 2018 به بعد اضافه شد و اون قابلیت این هست: اسمارت سلکشن یا انتخاب هوشمند. اجازه بدید بریم توی فتوشاپ و اونجا در موردش با هم صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید این عکس مربوط هست به شوتینگ من برای برند H&M، برای شعبه بیولی سنتر برند H&M. مرسی از محمد عزیز بابت اینکه اینجا به عنوان مدل فعالیت کردن. خب من میخوام سوژه خودم رو توی این اپیزود آموزشی از بک‌گراندش جدا بکنم. ما امروز میخوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. شاید پیش خودتون بگید که ما قبلا هم میتونستیم این کار انجام بدیم، یک سری ابزارهایی وجود داشت مثلا ابزارهای لسو تولز، مثل ابزار کویک سلکشن و یا حتی ماجیک وند و یا حتی ابزارهای پن تولز. بله حرفتون کاملا درست هست، ما این ابزارها رو قبلا هم داشتیم و با استفاده از اونا میتونستیم سوژه خودمون رو از بک‌گراندش جدا بکنیم. اما چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم، سلکشن عکس ما، سلکشن سوژه ما از بک‌گراند به صورت کاملا اتوماتیک و خودکار هست و این قابلیت توی ورژن 2018 فتوشاپ معرفی شده که اگه خوش شانس باشیم یک سلکشن خیلی خوبی رو به ما میده برای این کار. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که از این بالا سلکت رو انتخاب بکنیم و روی سابجکت کلیک بکنیم. چند ثانیه کار طول میکشه. فتوشاپ با استفاده از هوش مصنوعی خودش سوژه رو از بک‌گراندش جدا میکنه. اگر خوش شانس باشیم، همونطوری که گفتم، اگه خوش شانس باشیم سلکشن خیلی خوبی خواهیم داشت. مثلا الان ما یک سلکشن خیلی خوبی رو داریم، همونطور که میبینید اشکالات خیلی بزرگی نداره. البته یک سری اشکالات کوچولویی هست، مثل این قسمت اینجا یکم بیشتر از حد معمول، بیشتر از حد نیاز سلکت شده، یا اگه بریم حتی پایین تر میبینیم که اینجا با اینکه جزء بک‌گراند ما هست اما جزء سوژه سلکت شده، و یا حتی این قسمت خیلی باریک سمت چپ هم اینجا یک نمایی از بک‌گراند رو ما داریم در صورتی که جزو سوژه ما سلکت شده. خب من میخوام پس جمع‌بندی بکنم از این ابزار، اونم اینه که ابزار اسمارت سلکشن معجزه نمی کنه اما در وقت ما خیلی خیلی صرفه‌جویی میکنه برای سلکت کردن سوژمون. و اشکالاتی هم که داره، مثلا این قسمت رو میتونیم با استفاده از ابزارهای قدیمی فتوشاپ رفع بکنیم. مثلا برای اینجا من تصمیم میگیرم از ابزار مگنتیک لسو تولز استفاده بکنم. مطمئن میشم این گزینه حتما فعال هست، یا سابتراکت فرام سلکشن که از سلکشن اصلی من که اینجا باشه اگر بخوایم سابتراکتش بکنیم اینجا کم میشه. خب همونطور که میدونید باید بین مرز بین اون قسمتی که میخوایم سلکت خارج بشه و بک‌گراندمون با موس بکشیم. خب اینجا تصحیح شد، از سوژه من کم شد. حالا میریم سراغ قسمت های دیگه عکس. مثلا اینجا رو من میخوام از سلکشن خودم خارج بکنم. تصمیم میگیرم که مثلا با ابزار کویک سلکشن این کار رو انجام بدم. مطمئن میشم که گزینه منفی اینجا خورده شده باشه. 3 تا گزینه داریم. من چون میخوام از سوژه اصلی خودم این قسمت رو کم کنم، روی گزینه منفی کلیک میکنم و کاری که بعد انجام بدم اینه که روی قسمتی که میخوام از تصویرم کم بشه با موس میکشم و موسم رو حرکت میدم. خب اینجا هم از سلکشن من خارج شد. حالا میریم سراغ این قسمت. من دوباره تصمیم میگیرم برگردم روی مگنتیک لسو تولز. مطمئن میشم که این ابزار، یعنی قابلیت سابتراکت فرام سلکشن فعال هست که از سلکشن کلی من کم بکنه اینجا رو. روی مرز بین دوتا، بین سوژه و بین بک‌گراند موس رو میکشم و با استفاده از اختلاف رنگی که وجود داره فتوشاپ
این قسمت ها رو از هم تشخیص میده. بسیار خوب، فکر میکنم اینجا هم درست شد. بله، حالا ما یک عکس خیلی بی‌نقصی رو داریم از منظر سلکشن، و اگه بخوایم اون رو از بک‌گراندمون جدا بکنیم، تنها کاری که بعد انجام بشه اینه که دکمه ماسک رو بزنیم تا بک‌گراند محو بشه و سوژه من خودش رو نشون بده. همطور که میبینید یک سلکشن خیلی خیلی خوبی رو داریم ما اینجا. اشکالات عمده ای من توش نمیبینم. البته شاید بعضی دوستان بخوان که حتی تارهای موی سوژه هم جدا بشه از بک‌گراندش. بله، راههایی هست در موردش که توی اپیزودهای بعدی قطعا در موردش صحبت خواهیم کرد. مرسی از توجهتون. من باز هم جمع‌بندی میکنم، ابزار سمارت سلکشن معجزه نمیکنه، اما توی وقت ما صرفه‌جویی خیلی خوبی انجام میده. حتما توی آموزش‌های بعدی با هم در مورد موضوعات دیگه صحبت می‌کنیم. خداحافظ.